بله، این روزا شاهد اعتصاب هزاران تن از کارگران در صنایع پتروشیمی و نفت در سراسر ایران هستیم. همراه میشیم با آقای فرید معدومی تا از علت کم و کیف اعتصاب برای بینندگان ما توضیح بدن. اما اول از هر چیز تصاویری از اعتصاب کارگران رو با هم میبینیم، بعد من سوالها رو مطرح میکنم. من گور کسانی را دیدم که برای حقشان نجنگیدند که مبادا کشته شوند. به نام خداوند رنگین کمان، خداوند حامد، خداوند کیان. امروز 2/2/1402 پتروشیمی صدف. به نام ایزد منان، کمپین سراسری 402، شرکت سینا صنعت، با امید پیروزی 2/2/402 ملی شرکت ایدوسازان، پیمانکاری باهری و باقری، محسن باهری، اسماعیل باقری. ما هم به کمپین پیوستیم. کمپین 1402 پتروپالایش نیروهای مخازن کیانسازه بنوار در حال تعویل وسایل و تخلیه کارگاه. امروز 2/2/1402 تخلیه نیروهای آی جی سی دشت عباس دهلوران، همه دارن تخلیه میکنن و سوالشون تحویل داد. با سلام و عرض ادب خدمت آقای معدومی، اولین سوالم از شما این هستش که اعتصاب از کی شروع شده و کم و کیف و علت اصلی اعتصاب چی هستش؟ بله، با سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی و با درود به تمامی کارگران زحمتکشی که برای احقاق حقوقشون دست به این اعتصاب گسترده زدن. در پاسخ به سوال شما باید عرض کنم که این کمپین یا این اعتصاب طبق فراخوانی که داده شده بود قرار بود که از 2 اردیبهشت شروع بشه، ولی از روز جمعه کارگران دیگه دست از کار کشیدند و محل کار رو ترک کردند. عرض کنم که در بیانیه‌ای که فراخوان دادن به این اعتصاب اومده، این علت این اعتصاب رو گفتن که به رغم رشد نجومی تورم، پیمانکاران چپاولگر همچنان در اندیشه تحمیل دستمزدهای ناچیز خودشون هستند. و زیر فشار از کنم این اعتراضات ما هنوز گردن به خواسته های ما نگذاشتن. هرچند در بسیاری از کارگاه ها هنوز اجرایی نشده، ولی بالاخره مشکلات کارگران همچنان ادامه داره. عرض کنم اعتصاب کارگران در اعتراض به وضع نابسامان دستمزدها، ساعت کار کارگرانه. در اولین روزی که اعتصاب بود، یعنی روز جمعه، اعتصاب محدود به چند تا شهر بود، اما در دومین روز دامنه اعتصابات خیلی گسترده‌تر شد و به سراسر ایران کشیده شد و بر اساس اخباری که به ما رسیده تا الان میشه گفت بیش از 40 شرکت پیمانکاری پتروشیمی و صنایع نفت توی اعتصاب هستند و البته این اعتصابات پیوستن به این اعتصابات ادامه داره. طبق آماری که خود برگزار کنندگان این اعتصاب دادن، تا الان میشه گفت بیش از 12,000 نفر از کارگران به این اعتصاب پیوستن. اگر اجازه بدین من اسامی تعدادی از شهرهایی رو که توی این اعتصاب وارد شدن خدمت شما عرض بکنم و شرکت‌هاشون. به عنوان نمونه خدمت شما عرض کنم، عسلویه هست در پارس جنوبی که شامل فازهای مختلف عسلویه مثل فاز 14، فاز آپادانا، پتروشیمی دماوند، پالایشگاه فرزانگان، شرکت اکسیر، که اینا خیلی شرکت‌های بسیار مهمی هستن. قبلش سیرجان عرض کنم، بعد شیراز، کارگران شرکت پتروشیمی جندی شاپور، شرکت هنگام، بوشهر بوده که اونم مجموعی از شرکت ها، سیرجان کارگران شرکت توسعه فولاد، جاسک بوده اونم باز مجموعی از شرکت ها مثل شرکت فولاد، شرکت پارسلیان عرض کنم که کرمان بوده، کارگران شرکت کاران گستر سرچشمه و عرض کنم بندر ماشر، کارگران کیانسازه و بندر عباس و ده ها شرکت و
شهر دیگه مثلا در اصفهان هم همچنین بوده و البته پیوستن به این کارگران هنوز هم ادامه داره. امروز هم تعداد دیگه از شهرها به این اعتصاب پیوستن. نکته مهمی که در اعتصاب امروز بود و شایان توجه اینه که بجز از کارگران صنایع نفت و پتروشیمی، کارگران بقیه قسمت‌های صنعتی هم به این تجمع پیوستن، مثل کارگران مثل سرچشمه کرمان که این خیلی حائز اهمیته و این چشمنداز هست که تعداد بیشتری از کارگران از مؤسسات مختلف صنعتی به این اعتصاب بپیوندن. بله آقای مردم، یک سوالی که همیشه برای خود من هم سوال هستش اینه که این پیمانکاران شرکت ها چه کسانی هستند که از پرداخت حقوق مناسب با شرایط سختی که کارگران در این مناطق روبرو هستند باهاش خودداری میکنند؟ عرض کنم که پیش از این که مسئله پیمانکاران مطرح باشه، مسئله خود کسایی که به عنوان مدیران این شرکت ها در صحنه مطرح هستند. مدیریت این شرکت ها اساساً دست فرماندهان سپاه پاسداران و مؤسسات وابسته به خامنه ای هستند که غارت و چپاول میکنن کارگرا رو و سود بسیار سرشاری از این شرکت ها به جیب میزنن. پیمانکارا واسطه های اونها یا فامیل ها یا اشخاصی هستن که در واقع در زد و بند با اینها دارن کار میکنن. در یک اتحاد نامقدس پیمانکارا و فرماندهان سپاه که مدیران همین شرکت ها باشن کارگرا رو غارت و چپاول میکنن به حدی که به نحوی که کارگرا از حد اقل خودشون محرومن و در شرایط طاقت فرسای معیشتی به سر میبرن. عرض کنم که تنها این نیست که بحث حقوق و مزایاشون مطرح باشه. کارگران اساساً از محرومیت‌های شغلی مثلا نظیر امنیت شغلی برخوردار نیستن، فاقد امنیت شغلی، فاقد ایمنی، حتی ایمنی شغلی هستن. بسیاری از این کارگران به دلیل اینکه شرایط ایمنی کارشون فراهم نیست از ارتفاع پایین میفتن و دچار نقص عضو میشن و کسی نیست به دادشون برسه. فرماندهان سپاه و آقازاده های فاسد اموال ملت ایران و کارگران رو در ابعاد نجومی غارت و چپاول میکنن و خب رژیم هم برای حفظ منافع خودش و به دنبال کسب منافع خودش دنبال پروژه های اتمی، موشکی و جنگ افروزی خارجیه و این پولا رو در این مسیر به هدر میده. خب پر مشخصه که تا زمانی که این رژیم ضد کارگری توی ایران هست، نه تنها کارگران، تمامی ملت ایران وضعشون روز به روز بدتر میشه و البته کارگران به این مسئله بسیار واقف‌تر از سایر اقشار هستند و این وحدت و اتحاد بی‌نظیری که در همین اعتصاب بوده خودش حاکی از این مسئله است که کارگران به این آگاهی رسیدن و به لزوم این اتحاد رسیدن و به این رسیدن که تنها راه مقابله با رژیم برای گرفتن خواسته هاشون، تنها راه قیام و مقاومت در برابر این حکومت غارتگره، برای رسیدن به آزادی و عدالت، برای حاکمیت جمهور مردم. بله بینندگان عزیز، گفتگویی بود با فرید معدومی با عنوان اعتصاب گسترده کارگران صنایع نفت و پتروشیمی.